با شما هستیم در این بخش. آقای اسحاق عرب مهمان ما هستند، سخنگوی وزارت حج و اوقاف، و در رابطه و جایگاه و موقف زن از نظر اسلام صحبت میکنیم و منتظر نظریات شما هم هستیم در فیسبوک. آقای عرب سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت همه دوستانی که ما را ببینند. تشکر از شما و از برنامه تون. بسیار خوش آمدید جناب عرب صاحب. بین از برنامه فرنگی امروز صحبت بکنیم که چه برنامه فرنگی وزارت حج و اوقاف افغانستان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. و بعد در قدم نخست میلاد فرخنده و با سعادت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم منجی بشریت را خدمت همه دوستان و عزیزان خجستباد عرض میکنیم. اساسا امروز 12 ربیع الاول به عنوان سال روز تولد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در اکثر کشورهای اسلامی جشن گرفته میشه و به همون شکل کشور ما هم برنامه های خود در قسمت داشتن و وزارت هم برنامه رسمی خود چند روز پیش گرفت برای اینکه امروز در اکثر مساجد برنامه های فرهنگی و مخصوصا در خصوص بیان سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اتفاقا امروز برنامه هم در ارگ ریاست جمهوری در پیوند به برگزاری یا جشن میلاد النبی صلی الله علیه و سلم برگزار شده. بسیار خوب. آقای عرب میخوایم که صحبتهایی داشته باشیم در رابطه با از حیات زن بگوین. مقدمه صحبتهای ما را از حیات زن در جامعه عرب میخوایم بر ما بگوین که زن زمانی که در عرب تضمینی بر زندگیش وجود نداشت، مثل متاع و ارث برده میشد و حتی رفتارهای خشونت آمیزی که وجود داشت، ازدواجهای دست جمعی و زنده به گور کردن دختر. پیامبرمان در این زمان در عرب به دنیا آمدن و میخواییم که در مورد این بگوییم که چقدر تانستن که یک انقلاب ایجاد کنن در مورد موقف و جایگاه زنان. بله، اساسا وضعیت اجتماعی عرب ها قبل از اسلام وقتی که مورد مطالعه قرار میگیره تاریکترین دوری بشریت را آدم میتونه که اونجا سراغ بکنه. در دوره قبل از اسلام یا دوره اجتماعی عرب ها قبل از اسلام، انسانیت به معنای واقعیش اونجا دیگر جایگاه خودش را نداشت. مخصوصا زنها و اطفال که بیشتر صحبت های در خصوص اطفال اینا هم صورت گرفت، بیشتر کسانی که مورد ستم و ظلم قرار می گرفت خانم ها بود. باورهای جاهلانه و تند و تاریکی که وجود داشت عبارت از جامعه طبقاتی و گاه جنسی صنف درجه دوم بودن زن و گاه هم که متاسفانه زنها من حیث یک انسان به عنوان یک انسان جایگاه خودش را در بین عرب ها نداشت. مثل که شما اشاره کردیم تمام حقوق زن ازش گرفته شده بود. در خصوص احوال شخصی زن نمیتونست که در قسمت ازدواج خودش مصمم باشه. زن نمیتونست که در واقع همسر آینده خودش را خودش انتخاب بکنه و این حق ازش گرفته شده بود. در موضوعات مهر و امثال هم، حتی موضوعات میراث، اینها جدای از این مسائل زنا متاسفانه خرید و فروخت میشدن. این حیثیت و بهره در بین مردم در واقع ابزار برای داد و ستودشان قرار گرفته بود. به همین شکل دختران، داشتر دختر به عرب ها به عنوان ننگ و عیب شمرده میشد. آیات قرآن کریم در این قسمت صراحت داره و اولین خشونت بود از جانب اعراب قریش، اعراب جاهلی قریش که توسط زنها و دخترها اعمال میشد. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اما با این حال بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در واقع نقطه عطف است در تاریخ بشر و مخصوصا برای زنها. پیامبر با بعثت خودش دنیا را متحول می سازد. پیامبر با بعثت خودش در واقع مسیر تاریخ تغییر داد و پیامبر با بعثت خودش مرزهای مادی را شکست، جامعه طبقاتی را از بین برد، برای زنها جایگاهی که شاری یعنی خداوند براش بخشیده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را در ساحه عمل پیاده میکنه. باورهای جاهلانی که زنان صنف درجه دوم هستند را از بین برد و پیامبر میآید بعد مستقیما میگه که تفاوتی در بین زن و مرد وجود نداره. هر دوشان من حیث انسان و من حیث مخلوق پروردگار در واقع اینها مکرم و محترم هستند و جایگاه هر یکی را تشخیص بکنه.
آیات قرآن کریم زیاد در این خصوص صراحت داره، از دادن مهر خانم ها و به همین شکل حقوقشان، میراثشان و غیره موارد، تا رسیدن به این که زن در کنار مرد میتونم این حیث یک مرد در جامعه انسانی جایگاه خودش داشته باشه. این یک بحث قضیه است. اما چیزی که خیلی مهم است، دید و نگرش خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به زن است. پیامبر در واقع دو نوع نقش ایفا میکنه، یک نقش دستوردهی و صادر کردن هدایت و امر برای مسلمان ها در خصوص زن ها، و دوم نقشی که در واقع فضیلت را در این خصوص بیان میکنه. ما حدیث و روایات مشهور را داریم که صحابی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد گفت که مرا نصیحت بکن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد در موردی که موضوعات احکام و فراگیری احکام اینها بود. و وقتی که موضوعات حقوق مطرح میشه، حقوق انسانیت مطرح میشه، میگه ما باید حق کی را زودتر، بعد میگه مادرت را احترام بکن. بار دوم، بار سوم، و این روایت معروف و مشهور هست. و در مرتبه چهارم میآید، بعد از حقوق پدر صحبت میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی پیش از حقوق پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم از حقوق مادر صحبت میکنه. و مادر را من حیث مادر نه، بلکه من حیث مدیر و رهبر خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم به معرفی میگه. آقای عرب، در لابلای صحبت هایتان از خانم صحبت کرده، بین از پیامبر بزرگ اسلام بگوین که چگونه با همسرای خود رفتار میکرد، از رفتار و کردارشون با همسرایشون صحبت. پیامبر صلی الله علیه و سلم همسران خودش را احترام میکرد، زنان را لتکب نمیکرد، توهین و تحقیرشان نمیکرد، و کوچکترین حرکتی که در واقع نسبت بر روان خانم ها یا مخصوصا همسران خودش مشکلی را ایجاد بکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشت. از کجا بدانیم که پیامبر این گونه رفتار داشت؟ صحابی آمد از بی بی عایشه صدیقه خانم پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان کرد، گفت که نوع رفتار پیامبر در خانه با شما چگونه هست و اخلاق پیامبر در خانه چگونه هست؟ بی بی عایشه صدیقه توضیح بیشتر نمیده، فقط اشاره به قرآن میکنه، میگه اخلاق پیامبر همین قرآنه. یعنی معنای گپی است که و پیامبر کوچکترین رفتار مبتنی بر خشونت را در برابر خانم های خودش انجام نداده. چرا؟ ورنه چون این حقیقتی است که بی بی عایشه صدیقه به زبان خودش اعتراف میکنه، میگه اخلاق پیامبر در خانه همین قرآنه. وقتی که قرار باشه که از اخلاق پیامبر بفهمی، به قرآن مراجعه بکن. و قرآن هم میاد و در توصیف اخلاق پیامبر و انک لعلی خلق عظیم، که یعنی تو در واقع اما از اخلاق بلند و بزرگ برخوردار هستی. همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جامعه در بین همه مردم حرکاتش، رفتارش، جایگاهش تثبیت بود، به همون شکل در خانه هم جایگاهش تثبیت بود. بین اشاره هم به ای داشته باشین که پیامی که پیامبر بزرگ اسلام به ما داره چی است؟ پیام بزرگ. بزرگترین پیام پیامبر پیام انسانیت است. بزرگترین پیام پیامبر مهربانی هست، صمیمیت هست، انسان دوستی هست، رفتار مناسب هست و هر کسی را به معنای واقعیش شناختن و احترام متقابل داشتن، این در واقع بزرگترین پیام است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما میده. چرا؟ آیه قرآن کریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجا در یک مورد خاص نیست. همه ابعاد زندگی پیامبر و همه مراحل زندگی پیامبر در واقع برای ما یک الگو هست. پیامبری که من حیث یک مرد است، پیامبری که من حیث یک پدر است، پیامبری که من حیث یک معلم هست، و پیامبری که من حیث یک رهبر و بالاخره مدیر یک خانواده است. و آقای عرب، میخوام در رابطه با این صحبت کنین که پیامبرمان علاوه بر ازی که کارهای شخصی خودشان انجام میدادن، گاهی اوقات همکاری میکردن و یاری میکردن با همسرانشان در کارهای منزل. در این مورد اگر دقیقاً برجسته‌ترین جنبه اخلاقی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نوع تعاملش در خانواده است و نوع رفتارش در خانواده است. چون حالا پیامبرم هست و شخصیتی برجسته هست، همه مردم به او احترام هم داره، مدیریت همه انسان‌ها را هم به دوش داره، کسانی که در واقع من حیث امت پیامبر است. اما در خانه وقتی که میآید، او دیگه باز همیشه کنار میگذاره. وقتی که در خانه میآید، با خانمایش همکاری داره، در قسمت آراسته ساختن منزل در داخل خانه همکاری میکنه و روایات زیادی در این قسمت ما داریم در خصوص زندگی شخصی پیامبر و تعاملش در داخل خانه. بی بی عایشه صدیقه
زیاد احادیث است که روایت میکنه و از نوع تعامل پیامبر از خانه صحبت میکنه که پیامبر مثلا ظرف میشوشت، پیامبر مثلا کارهای خانه را با خانمای خودش انجام میداد، پیامبر در داخل خانه ورزش میکرد، پیامبر قطعا یعنی جامعه طبقاتی رو در داخل خانش هم با وجود نارده بود که نه حالا ما مردیم، همه کارهای خانه مربوط به کیه؟ مربوط به خانم هاست که متاسفانه ما در این نقطه خیلی ضعیفیم و اعتراف میکنیم که ما خیلی عقب مانده هستیم در همین نقطه. بله سپاسگزار هستیم جناب اسحاق حرب، رئیس دفتر و سخنگوی وزارت حج اوقاف افغانستان. سلامت باشید. تشکر. خوش آمدید. بخیر باشید. زنده باشید. وقفه میگیریم.